با درود فراوان خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی دریمدن، نوشین هستم و افتخار این رو دارم که امشب با یک قسمت از دیگه از برنامه گفتگو در خدمت شما عزیزان باشم. امشب همونطور که مشاهده میکنین در خدمت یک مهمان ویژه هستیم که افتخار این رو دادم به ما تشریف آوردن اینجا. ایشون جناب آقای وحید گواهی هستن، صاحب امتیاز و سردبیر روزنامه خلیج فارس، و ایشون از کنسرت گذاران بسیار موفق ایرانی هستن در اینجا. من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و از ایشون میخوام که خودشون رو برای ما بیشتر معرفی کنن. در خدمتتون هستم جناب آقای گواهی، بفرمایید. خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم. اگه سوالی داریم معرفی ها رو شما فرمودین. خواهش میکنم. جناب آقای گواهی رو ما بیشتر با کنسرت های بسیار بزرگی که در استرالیا میذارن میشناسیم، و از جمله کنسرت هایی که گوشن قضیه زیاده نام بردنشون واقعا سخته، ولی از ایشون میخوام بیشتر که راجع به کنسرت هایی که در گذشته داشتن و کنسرتی که در پیش رو هست که حالا حتما بهش میرسیم و خدمتتون عرض میکنیم، ازشون یه سوالی بکنیم. میشه لطفا در مورد کنسرت هایی که در گذشته بوده، کنسرت هایی که قراره در آینده باشه با ما یه صحبتی داشته باشیم؟ ممنون میشم. خواهش میکنم. همونطور که فرمودین کنسرت های مهمی رو که توی استرالیا برگزار شده، خیلی هاشو من برگزار کردم، از جمله کنسرت بزرگ جناب استاد شجریان خانم گوگوش در گذشته سال 2013، چند بار آقای ابی، آقای معین، آقای داریوش، آقای سیاوش قمیشی، به هر حال همینا بوده. خیلی همه بزرگان رو شما جمع کردید دیگه، کسی دیگه نبود برایشون، ولی بسیار عالی. و مژده به شما بدم که کنسرت خانم گوگوش در ماه آینده 13 دسامبر در ملبورن هست، 12 فکر می‌کنم در سیدنی باشه. بله. درست بگم اگر امکانش هست یه توضیح کوچولو در این کنسرت بگین، چون خانم گوگوش میدونین که از پاپ استار، یعنی واقعا استار هستن در موسیقی پاپ ایران، و واقعا باید کنسرتشون هم به تبع کنسرتی باشه که شایسته و در خور ایشون باشه. از ایشون میخوام که یکم بیشتر در مورد کنسرتی که در پیش رو داریم برامون توضیح بدن. بفرمایید. خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، هم تو که فرمودین، خب کنسرت های خانم گوش برای خودش یه خاصیت های منحصر به فرد خودشو داره، کاراکترهای منحصر به فرد خودشو داره. خود خانم گوش جزو ابر ستاره های هنر ایران شناخته میشن، هم روی صحنه های موزیک و هم تو زمینه حتی بازیگری، و کنسرتاشون هم معمولا با استقبال خیلی زیاد هموطنانمون در سراسر دنیا مواجه میشه، و ارگانایز کردن یه همچین کنسرتی برای یک همچین هنرمندی هم کار بسیار سختی است، پرمسئولیتی است در کنار سخت بودنش. به هر حال این شانس رو ما داشتیم که بتونیم برای بار دوم کنسرت ایشون رو ارگانایز کنیم. اولین بار ایشون سال 2013 با ما قرارداد داشتن برای اجرای دو کنسرت در شهر سیدنی و ملبورن، که دوستانی که توی اون کنسرت تشریف بردن فکر میکنم همگی اعتراف میکنن به این قضیه که اون کنسرت واقعا استثنایی بود، خصوصا در شهر سیدنی برنامه فوق‌العاده عالی اجرا شد که صحنه‌ای از فیلماش رو من میتونم در اختیارتون قرار بدم. دوست داشتین ما از اتاق فرمان خواهش میکنیم که حتما در طی برنامه این ویدیوهای زیبا رو بهمون نشون بدن. بفرمایید. ببخشید من اصلا خواهش میکنم. کنسرتی که پیش رو هست
حدود 3 هفته آینده در شهر ملبورن، چون ما الان در شهر ملبورن هستیم، من به ملبورن بیشتر تاکید میکنم، رو شهر ملبورن، یه اتفاق استثنایی است به چند دلیل. یکی این که خب خانم گوگوش سوپر استار ایرانی است و به نوعی میشه گفتش که مشهورترین خواننده ایرانی در بین بقیه ستارگان شناخته میشن، معمولا ایشون دارن تشریف میارن. دوم این که این برنامه برای اولین بار یک کنسرت ایرانی داره اجرا میشه در ملبورن اگزیبیشن اند کانونشن سنتر، در سالن اصلی این مرکز که یک سالن استثنایی است. به نظر من این کنسرت، این سالن بهتره بگیم، بهترین سالن کنسرتی هست که تا به حال برای یک برنامه ایرانی در نظر گرفته شده و این یک موقعیت خیلی خیلی استثنایی است. من فکر می‌کنم برای خود استرالیایی ها هم همینطور باشه، یعنی اینجا یک مرکز یعنی مرکزی هست که بهش افتخار میکنن هر وقت که هر برنامه‌ای در اونجا باشه، و من فکر میکنم که واقعا جز بهترین مکان‌ها در کل استرالیا است این سالن. دقیقا همینطوره، خیلی سالن مدرن هست، مدرنی هست. این سالن تازگی ساخته شده، فکر کنم 4-5 سال پیش ساخته شده، بسیار بسیار سالن مدرنی هست. من با توجه به تجربه‌ای که تو زمینه اجرای کنسرت‌های مختلف توی سالن های مختلف داشتم، میتونم به جرئت بگم این بهترین سالنی هست که تا کنون برنامه ایرانی توش برگزار شده در استرالیا. یعنی در تاریخ اجرای کلیه برنامه های ایرانی در استرالیا هرگز هیچ کنسرتی در هیچ سالنی با این کیفیت برگزار نشده. همینجا لازمه توضیح بدم که همونطور که شما اطلاع دارید، شرکت پرشین گولف میدیا با مدیریت من ماه اپریل کنسرت آقای ابی رو تو اپرا هاوس سیدنی داشتیم. برای اولین بار یک برنامه ایرانی در اپرا هاوس سیدنی اجرا شد و خب اپرا هاوس همونطور که از اسمش مشخصه مشهورترین سالن دنیا است و این اجرای یک برنامه در کانونشن سنتر ملبورن یک استپ جلوتر از اینه و ما فکر میکنم که این پلکان افتخارات رو بسیار ایرانی ها داریم بنیان میگذاریم و بتونیم ایشالله، نمیدونم دفعه بعد دیگه جایی از این بهتر نداریم یا کجا باید بریم. بسیار عالی، بسیار عالی، واقعا ممنون از توضیحاتی که فرمودین. میخواستم، میدونم که همه عزیزان تا بار خیلی از بلیط ها فروش رفته، ولی برای عزیزانی که باز هم از ما سوال کردن، نحوه تهیه بلیط ها به چه صورت هست؟ آیا فقط مغازه ایرانی هستش و به صورت آنلاین، یا میتونن اونجا دم درم بلیط تهیه کنن؟ یه مشخصه دیگه ای که قبل از اینکه اینو خدمتتون بگم هست که مربوط به این سوال شما هست، اینه که کنسرت خانم گوگوش در شهر ملبورن در کانونشن سنتر ملبورن بزرگترین گرد همایی ایرانیان در تاریخ حضور ایرانیان در این شهره. بسیار بدون شک، همونطور دوباره تاکید کنم، این بزرگترین گرد همایی زیر یک سقفه، مثلا با برنامه های مثل چهارشنبه سوری، برنامه های ملی ما قابل مقایسه نیست. بزرگترین گرد همایی ایرانیان در زیر یک سقف رقم خورده اوردی. بسیار، یعنی از لحاظ تعداد بلیط هایی که فروش رفته اینو خدمت رو میگم. سالن، سالن بزرگی است، هنوز جا هست، بلیط های خیلی خوبی هم هنوز موجوده. نحوه تهیه بلیط تمام دیتیلش توی وبسایت ما هست، pershinggolfmedia.com، شرکت رسانه‌ای خلیج فارس. ولی من یه توضیح کوچیک خدمتتون بگم که هم میتونن آنلاین تهیه کنن، هم با مراجعه به فروشگاه هایی که لیستشون توی وبسایت ما هست میتونن که تشریف ببرن فروشگاه ها. بعضی از این فروشگاه اکسس دارن و میتونن هر بلیتی رو که مشتریشون خواست بهشون بدن. بعضی از فروشگاه ها به شکل پری پرینت یه سری بلیت رو پرینت شده بهشون در اختیارشون قرار داده شده. برای پس جاشون روی مپ مشخص هست، اون دسته از مغازه‌ای که جاشون پری پرینت شده، درسته؟ توی لیست
سه تا یا چهار تا از فروشگاه هستن، فروشگاه سری 777، فروشگاه آپادانا، فروشگاه مینیاتور و پرشن مارکت و فروشگاه میوند توی دندنون. اینها کسانی هستن که میتونن بلیط های رو اکسس دارن به تمام سالن، در خودشون اکانت دارن و میتونن هر بلیطی رو که هر موجوده برای مشتریانشون بگیرن و این هم از اون امکاناتیه که ما بنیانش رو گذاشتیم تو دنیا. اینم بگم خدمتتون. و بقیه فروشگاه هایی هم که لیست شدن اونجا، اونا هم میتونن بلیط هایی که در اختیارشون هست رو خیلی ساده برای فروش دارن. به هر حال برای تهیه بلیط مشکلی، ما همه راه ها رو ساده کردیم. اگر کسی خواست آنلاین بخره، به سایت ما مراجعه میکنه، لینکش اونجا هست، میرن آنلاین صندلیشون انتخاب میکنن، خیلی ساده میخرن. اگر نتونستن، هر مشکلی داشتن، شماره تلفن های اونجا هست، تماس میگیرن، ما براشون مشکل رو حل میکنیم. از پای تلفن هم ما میتونیم بهشون بلیط رو صادر کنیم براشون. از اون لحاظ مشکلی نیست. بسیار. پس همینطور که گفتن هیچ مشکلی برای تهیه بلیط نیست و شما به طرق مختلف میتونید بلیط رو تهیه بفرمایید. همونطور که شنیدید، ایشون گفتن که سالونی که قراره در ملبورن کنسرت خانم گوگوش برگزار بشه جز بهترین سالن‌های استرالیا هست و ما دیدیم که خب بهتره که برای ایرانیان عزیز یک گزارش هم تهیه کنیم از این سالن تا شما بتونید با محل کنسرت خانم گوگوش بیشتر آشنا بشید، بدونید در کجا قراره این سالن باشه و به چه صورت قراره برنامه در اون شب باشه. ما یکی از بچه‌ها به عنوان خبرنگار در اونجا حضور پیدا کردن و ازشون خواهش کردیم که یک گزارش کوتاهی از اون سالن برای ما ارسال بکنن. پویا جان، در خدمت شما هستیم و میشنویم در مورد سالن. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بیننده های عزیز و محترم، همچنین جناب آقای گواهی عزیز، مهمان ویژه استدیوی دریم لندز. امروز به مرکز ملبورن اومدیم، محل برگزاری کنسرت خانم گوگوش، تا یک کمی بیشتر از حال و هوای محل برگزاری کنسرت با خبر بشیم. همونطوری که مشاهده میکنید پشت سر من کانونشن سنتر ملبورن هستش، محل برگزاری کنسرت خانم گوگوش در تاریخ 13 دسامبر. بسیار محل مجلل و باشکوهی هستش، حتما ایرانیان عزیز تشریف بیارن و خودشون از نزدیک میبینن این محل رو. اگر بخوایم بدونیم دقیقاً محل برگزاری کنسرت کجا، سمت راست من کرون کازینوی معروف هستش. جالبه بدونیم که کانونشن سنتر ملبورن میتونه پذیرای 10,000 نفر بازدید کننده باشه، همچنین خود سالن اصلی کنسرت خانم گوگوش پذیرای 2,500 نفر هستش که سالن بسیار بزرگ و مجللی هستش. اینجا از نظر پارکینگ هیچ مشکلی ندارن دوستانی که از راه‌های دور تشریف میارن و وسیله‌های شخصی، از نظر پارکینگ هیچ مشکلی ندارن. جالبه بدونید که اینترنت رایگان و فری هم هستش، وای فای فری هستش برای کسایی که احتیاج دارن از اینترنت استفاده کنن. دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار بنده گذاشتید. برمیگردیم به استودیو و در خدمت آقای گواهی عزیز هستیم. ممنون پویا جان، حتما باز دوباره ازت خواهش خواهیم کرد که ویدیوهای دیگه رو برای بینندگان عزیزمون بفرستی. از جناب گواهی میخواستم در مورد بند خانم گوگوش سوال کنم، چون همیشه میدونید که خانم گوگوش بند اختصاصی دارن و واقعا نوازنده های پروفشنال در اون بند هستن. اگه میشه توضیح بیشتری در مورد بند خانم گوگوش بدید و ببینیم که کدوم نوازنده ها این دفعه در کنسرت همراهی میکنن با خانم گوگوش. عرضم به حضور شما که من چون خودم موزیسین نیستم، یک کمی اظهار نظر در مورد موزیسینایی که میان با معمولا با خواننده هامون برام سخته، از لحاظ تخصصی خیلی نمیتونم وارد جزئیات بشم، ولی چیزی که مسلمه اینه که اعضای بند خانم گوگوش خیلی آدمای پروفشنال و شناخته شده توی دنیا هستن.
پدرو رو که همه میشناسن به عنوان نوازنده سازهای بادی، میشه به جرئت گفتش که ایشون بهترین نوازنده سازهای بادی در دنیاست. همه ایرانی‌ها اون رو به خاطر حضورش در کنسرت‌های یانی به یاد دارن که ایشون بسیار مشهوره توی اونجا، و تو کنسرت‌های خانم گوگوش هم خب خیلی با استقبال زیاد ایرانیان مواجه میشه. یه خاطره خوبی که دفعه پیش ما از ایشون داریم اینه که ایشون یکی از آهنگای خانم گوش رو با نی ایرانی شروع کرد، یعنی ایشون شروع کرد نی زدن و تمام سالن خیلی هیجان داشت. روی استیج تا به حال نی نزده بودم، یک تصمیم بودم گرفته شد و شروع کردم. خیلی خیلی جالب که بسیار زیبا نی رو با تمام صراحت و ایرانیشون زدن، هم تو مزمون و هم تو سیدن، و امیدوارم که دوباره که تجربه بودن بکنن. نوازندگان خانم گوگوش آقای بابک امینی است که فکر میکنم برای همه نامی بسیار آشناست. ایشون تنها عضو ایرانی کل گروه نوازندگان خانم گوگوش هستند و هر کدومشون تک تک نوازنده درام، دوتا کیبوردیستشون، بیس پلیرشون و پرکاشنیستشون همه نامهای
خیلی شناخته شده تو دنیای موزیک هستن. بعضی از اینا اسمشون برند روی سازاشون نوشته شده و برای خود منم خیلی جالب بود دفعه پیش با اینها آشنا شدم. ساوند انجینیرشون بسیار آدم حرفه‌ای است و میکاپ آرتیست خانم گوگوش که شاید خیلی از خانم‌ها دوست داشته باشن بدونن، ایشون یکی از بهترین میکاپ آرتیست هایی که تو هالیوود خیلی مشهوره. مثلا هفته پیش که من باش صحبت میکردم میگفت خونه دبی مور بودم داشتم اونو میکاپ میکردم، خانم کلینتون رو ایشون میکاپ میکنه. اینها منظورم این که تمام کسانی که توی تیم خانم گوش هستن، این باسه ایرانی ها یه افتخاره که یه هنرمندی تو این لول از استانداردهای بالا پرفورم میکنه. باز اومدیم خدمتتون. بعد از کنسرت خانم گوگوش که مطمئنم یکی از باشکوه ترین کنسرت در استرالیا خواهد بود، میخواستم بگم که برنامه بعدیتون چی هست جناب گوگوش؟ شما این اجازه رو به من بدین که این سورپرایز رو نگه دارم برای بعد از برنامه خانم گوگوش. فقط میتونم بگم یه سورپرایز خیلی خوب واسه ایرانیان مقیم استرالیا خواهیم داشت. بسیار عالی. پس باید منتظر باشیم تا ببینیم که سورپرایز بعدی ایشون چی هستش. ممنون از اینکه تشریف آوردین. اگر حرفی در آخر هستش که با بینندگان عزیز دارید، ما در خدمتتون هستیم. همین که بنده رو پذیرفتید، ممنونم ازتون. قربان شما، لطف کردین تشریف آوردین. بینندگان عزیز، روز 13 دسامبر کنسرت خانم گوگوش، ما هم در اونجا خواهیم بود تا گزارش هایی از حواشی کنسرت و مصاحبه‌ای داشته باشیم با شما عزیزان در اون روز. تا اون روز شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. مرسی.